سرخط خبرها. از همراهی با سپاه قدس تا بالای چوبه دار، محمود موسوی مجد اعدام شد. بازخوانی جعبه‌های سیاه پرواز 752 در فرانسه، بررسی اطلاعات هواپیمای ساقط شده بعد از 6 ماه آغاز شد. پیشروی نیروهای دولتی لیبی به سوی شهر سرت. 3 قدرت اروپایی به کشورهای خارجی هشدار دادند که تحریم تسلیحاتی لیبی را نقض نکنند. و اولین ماموریت فضایی امارات متحده به سوی مریخ، کاوشگر امید راهی سیاره سرخ شد. سلام، عصرتون بخیر. قوه قضاییه ایران اعلام کرده که محمود موسوی مجد امروز اعدام شد. آقای موسوی مجد که در سوریه با نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری می‌کرد، به اتهام جاسوسی برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل به مرگ محکوم شده. از جمله اتهامات او این بود که اطلاعات محل رفت و آمد بعضی از فرماندهان نظامی از جمله قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس را در اختیار سیا و موساد می‌گذاشته. آقای موسوی مجد که از حدود 2 سال پیش در بازداشت بود، با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان گفته بود کسانی قصد دارند با اعدام زود هنگامش منافع شخصیشان را حفظ کنند. خانواده‌اش میگویند او جاسوس نبود و قربانی انتقام افراد قدرتمند در سوریه شد. سعید آگنجی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ماست. آقای آگنجی، ابهامات بسیار زیادی درباره پرونده وجود داشت. خیلی وقت پیش یک فایل صوتی منصوب به آقای مجد منتشر شد که گفته می شد از داخل زندان بوده و حالا شنیدیم که او اعدام شده. بله، این نکته رو باید در نظر گرفت که موسوی مجد اولین نفری نیست که به این اتهام حالا اعدام شده و یا میشه گفت قربانی این پروژه‌ای شده که در داخل سیستم سپاه و به خصوص اطلاعات سپاه داره رخ میده. محمد حسین رستمی هم فرد دیگری هست که اون هم با همین اتهامات مشابه در زندان هست و اون هم یک فایل صوتی رو منتشر کرده بود مدت‌ها قبل و بعد از انتشار اون فایل صوتی که بر علیه طائب بود، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، دیگه از حتی سلامت محمد حسین رستمی هم خبری نیست و حتی این گمان میره که احتمال این که او را هم در سکوت اعدام بکنن وجود داره و افراد دیگه مانند علی غزالی که داماد سابق فرمانده سپاه سردار نجات بوده که اون هم فرمانده جانشین سارالله است در حال حاضر، همه اینها بیانگر این هست که در سیستم و ساختار سپاه نفوذ و جاسوسی بسیار هست. اما اینکه حاکمیت و نهادهای قضایی و دستگاه قضایی حاضر نیستن اینها رو بیان کنن و علنا اینها رو مجازات کنن یا به هر حال به اتهامات رسیدگی کنن یا نشون بدن که این پرونده ها واقعی است یا یک پرونده سازی ها از طرف اطلاعات سپاه هست به منظور تخریب افراد یا حذف افراد یا فرماندهان دیگه سپاه، اینها رو حاضر نیستن شفاف سازی کنن که وجهه سپاه آسیب نبینه. آقای آگنجی، به نظر میاد که در چند ماه اخیر پرونده های زیادی با اتهام جاسوسی مطرح شده. علت این افزایش چی میتونه باشه؟ به هر حال وقتی که حکومت از داخل دچار بحران هایی هست، اینها همه مزید بر این هست که بسیاری از افرادی که حالا در سیستم نظامی هستند، در سیستم های دیگه هستند، تمایل پیدا بکنن بابت دریافت مبالغی به جاسوسی یا اقدامات دیگه. اما این بحثی که در مورد آقای مجد صورت گرفته بحثی امنیتی هست که به تسویه حساب بین فرماندهان سپاه داره اشاره میکنه و هم آقای موسوی مجد هم محمد حسین رستمی اون فایل های صوتی و علیه طائب دادن و گفتن که آقای طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه مشغول پرونده سازی برای عده از فرماندهان سپاه است و همین جور هم که باید در نظر داشته باشیم بعضی از فرماندهان سپاه مانند نصیری و افراد دیگه اینها هستن که از اونها هم خبری نیست و به اتهام جاسوسی در حال حاضر بازداشت هستن یا در حصر هستن و هیچ کدوم از اینها شفاف سازی نشده. در اصل میشه گفت که تمام این اتهامات امنیتی برای حذف و سناریو سازی ها برای حذف بخشی از
نیروهایی است که در سپاه هست که توسط حالا طیف طائب و مشتبه خامنه ای داره رقم میخوره. متشکرم سعید آگنجی، تحلیلگر سیاسی با ما. چند خبر کوتاه. رئیس بانک مرکزی ایران افزایش تعمدی قیمت ارز برای جبران کسری بودجه را تکذیب کرده. عبدالناصر همتی وعده داده که در روزهای آینده آرامش به بازار برمیگردد. او گفته این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمی کنند بی اساس و اشتباه است. قیمت ارز که در هفته های اخیر افزایش شدید داشت امروز قدری پایین آمد. معاون وزارت بهداشت ایران گفته که آمار ابتلای 25 میلیون ایرانی به کرونا بر مبنای یک تحقیق سرولوژیست و واقعیت جامعه را نشان نمی‌دهد. علیرضا رئیسی از بررسی‌های دیگری با آمارهای متفاوت خبر داده که گفته تست سرولوژی برای شناسایی تشخیص ابتلا به کرونا کاربرد ندارد و تست مولکولی PCR معتبر است. رئیس جمهوری ایران دو روز پیش گفته بود که تا به حال 25 میلیون نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند و 35 میلیون نفر دیگر هم در معرض ابتلا هستند. معاون برومرزی صدا و سیمای ایران میگوید شبکه‌های غیر فارسی زبان این سازمان به دلیل به گفته او لجبازی بی‌مورد و گروکشی بیجا از طرف دولت در آستانه تعطیلی هستند. پیمان جبلی دولت حسن روحانی را متهم کرده که به عمد بودجه این شبکه‌ها را تامین نمی‌کند. پخش تعدادی از شبکه‌های برومرزی صدا و سیما از ماهواره به خاطر پرداخت نکردن هزینه آنها مدتی است که قطع شده. خواندن جعبه‌های سیاه هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین که در آسمان ایران توسط سپاه پاسداران سرنگون شد در فرانسه آغاز شده. یک گروه بین‌المللی شامل نمایندگانی از ایران، آمریکا، بریتانیا، کانادا و فرانسه مسئول خواندن و تحلیل داده‌های جعبه‌های سیاه این هواپیمای بوئینگ 737 هستند. ارسال جعبه‌های سیاه پرواز 752 اوکراین که با شلیک پدافند موشکی سپاه سرنگون شد بیش از 6 ماه طول کشید. این تأخیر باعث انتقاد اوکراین، فرانسه و کانادا و بازماندگان مسافران پرواز شده بود که ایران را متهم می‌کردند نمی‌خواهد اسرار جعبه‌های سیاه خوانده شود. در آن حادثه همه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. پیشتر از دیوید لرماند، خلبان بازنشسته، کارشناس هواپیما و سردبیر ایمنی و امنیتی نشریه فلایت گلوبال در لندن پرسیدم که آیا امکان دستکاری اطلاعات جعبه‌های سیاه این هواپیما توسط ایران در 6 ماه گذشته وجود دارد؟ It's possible that they might have done. امکانش هست و ممکنه که چنین کاری کرده باشند. اما اگر چنین کاری کرده باشند، خب اون وقت فرانسوی‌ها که کارشناس دانلود کردن چنین تجهیزاتی هستند، من فکر می‌کنم که متوجه خواهند شد که اون چیزی که دارن بهش نگاه می‌کنن دستکاری شده. با وجود این، اگر فرانسوی‌ها این رو کشف کنند، چنین اتفاقی رو کشف کنند، از نظر دیپلماتیک شاید اون رو فاش نکنن. من یک مقدار متعجب خواهم شد اگر که اونها به چند نتیجه برسن و اون وقت اگه بخوان که این رو فاش نکنن، اون وقت در آینده احتمالاً این اخبار به بیرون درس خواهد کرد در هر صورت. اما به هر حال این گمان زنیه در این مقطع، امکانش هست، اما خب این امکانم هست که جعبه‌ها دستکاری نشده باشن و اون وقت در اون صورت این بی‌تصمیمی منجر به این تأخیر، اون وقت دلیلش ممکنه دلیل این تأخیر باشه، یعنی اینکه صرفاً بی‌تصمیمی و تعلل بوده باشه و چیز دیگری نبوده باشه. چه یافته‌ای میشه انتظار داشت به دست بیاد از خواندن و تحلیل داده‌های این جعبه‌های سیاه؟ I think everybody knows فکر می‌کنم همه بدونن که اساساً چه اتفاقی افتاده. این یک شلیک اشتباهی بوده، عمدی نبوده. بله، 3 روز طول کشید که ایران اذعان کنه و اعتراف کنه که این اشتباه رو کرده و این اشتباه منجر به این فاجعه شده. ولی خب در نهایت مقام‌های ایرانی اعتراف کردند که این یک شلیک اشتباهی بوده. بنابراین از این نظر فکر نمی‌کنم چیز تازه‌ای کشف کنیم. با وجود این، در چنین رویدادی وقتی که توطئه‌های زیادی، تئوری توطئه‌های زیادی دربارش ساخته و پرداخته شدن، دانلود کردن اطلاعات جعبه‌های سیاه کاری که میتونه بکنه اینه که به ما خواهد گفت که سلامت هواپیما، وضعیت سیستم‌های اون، موتورهای اون به چه ترتیبی بوده، در چه وضعیتی بوده، پروفایل این پرواز چقدر دقیق بوده تا لحظه‌ای که سانحه حادثه یا فاجعه
اتفاق افتاده و اینکه وقتی که موشک شلیک شده یا انفجاری در بدنه هواپیما رخ داده تا اون موقع خب در اون لحظه همه چیز خاموش میشه برای اینکه دستگاه‌ها و سیستم‌های الکترونیکی هواپیما از کار میافتن. بنابراین اطلاعاتی که پیرامون هواپیما در اون لحظه وجود داشته و به جبهه سیاه داده میشه تا اون لحظه، از اون لحظه به بعد دیگه خبری از چنین اطلاعاتی نیست. بنابراین اگر هواپیما تا اون لحظه کاملا سالم بوده باشه تا لحظه انفجار، بنابراین ما از خوندن جبهه سیاه میتونیم حداقل تایید این قضیه رو داشته باشیم. چقدر طول میکشه تا بخونن اطلاعات جبهه سیاه؟ وقتی که کارشناسان فرانسوی جعبه رو دریافت کنن و اون رو وارد لابراتوار دانلودشون بکنن، تنها چند روز وقت لازمه که این اطلاعات دانلود بشه، با فرض اینکه با این پیش فرض که هیچ لطمه و صدمه متوجه جعبه ها نشده باشه، که البته جعبه ها رو طوری میسازن که واقعا خیلی مقاوم باشن در برابر سقوط. وقتی که داده ها دانلود شدن، اون وقت یک بحث دیگه اینه که تحلیل اون چقدر زمان خواهد برد و اون کار کارشناسان انسانی هست و بنابراین اون اطلاعات چون خیلی زیاد هست ممکنه که زمان بیشتری بهش نیاز باشه. تحلیل انسانیه که وقت میبره برای اینکه تکمیل بشه و برای اینکه بخوان بعد یک خلاصه نوشتاری از این رو تدارک ببینن، اون باز وقت نیاز داره. ایرانی‌ها طبیعتاً این حق رو دارند که این داده ها رو که وقتی که اینها پیاده شدن تاییدشون کنند، چون این حق اوناست طبق قانون بین المللی. وقتی که چنین تحقیقاتی انجام میشه، وظیفه کشوری که حادثه در اون اتفاق افتاده است که این نقش رو بر عهده داشته باشه. بنابراین اگرچه فرانسوی ها میان به ایرانی ها کمک میکنن در دانلود کردن این داده ها و در تحلیل کردن این داده ها، در نهایت این ایرانی ها هستند که مسئولند برای این اطلاعات، مسئول این اطلاعات هستند و مسئول فاش کردن نهایی این اطلاعات خواهند بود. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. قوه قضاییه ایران میگوید محمود موسوی مجد، همکار سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه را که به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل متهم شده بود، اعدام کرده. بررسی جعبه های سیاه هواپیمای اوکراین که در ایران ساقط شده بود با حضور نمایندگان چند کشور در فرانسه آغاز شد. در ادامه این برنامه، اولین ماموریت فضایی امارات متحده به سوی مریخ. در لیبی نیروهای دولتی که از طرف جامعه بین الملل به عنوان دولت مشروع این کشور شناخته می شوند، خودشان را برای پس گرفتن شهر سرت از مدعیان قدرت در شرق کشور آماده می کنند. در همین حال رهبران سه قدرت اروپایی به کشورهایی که در جنگ داخلی لیبی مداخله می کنند هشدار دادند که در صورت نقض تحریم تسلیحاتی لیبی ممکن است از طرف اتحادیه اروپا تحریم شوند. کسرا ناجی از تازه ترین تحولات جنگ لیبی گزارش می دهد. نیروهای دولتی لیبی، دولتی که سازمان ملل و جامعه جهانی آن را به رسمیت شناخته، خودشان را برای پیشروی و پس گرفتن شهر سرت آماده می کنند. شهری با بزرگترین تأسیسات نفتی کشور که تقریبا 7 ماه پیش به دست نیروهای ژنرال خلیفه هفتر افتاد. جنگ داخلی لیبی حالا چندین کشور و قدرت خارجی را هم درگیر کرده است. این بخش از عملیات ما برای آزاد کردن سرت و منطقه جفره است. این نیروها دارن راهی خط مقدم میشن و امیدواریم در روزهای آینده خبرهای خوبی داشته باشیم. این نیروها، نیروهای دولتی، در هفته‌های گذشته پیشروی‌های چشمگیری داشتند و توانستند نیروهای خلیفه هفتر را از اطراف ترابلوس پایتخت تا سرت به عقب برانند. نیروهای دولتی که مرکزشان ترابلوس است و ترکیه از آنها حمایت می‌کند، حالا به طرف شرق پیشروی می‌کنند، از جنوب مصراته به طرف سرت و پایگاه هوایی جفره. نیروهای خلیفه هفتر در سرت و جفره از طرف مصر، امارات و روسیه حمایت می‌شوند و هواپیماهای روسی از طریق سوریه با ایجاد یک پل هوایی به نیروهای مزدور روسی در این منطقه کمک می‌رسانند.
همین دیروز بود که با بالا گرفتن خطر تشدید جنگ‌های داخلی در لیبی، رهبران سه قدرت اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه و ایتالیا در اطلاعیه مشترکی علیه مداخلات خارجی در لیبی هشدار دادند. اینجا در حاشیه کنفرانس سران اتحادیه اروپا در بروکسل. در این اطلاعیه آنها هشدار دادند که کشورهایی که تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل را علیه لیبی نقض کنند، ممکن است خودشان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شوند. رئیس جمهوری مصر ماه گذشته اینجا در قاهره در کنار جنرال حفتر صحبت از تلاش برای پایان دادن به جنگ ها کرد، در حالی که جنرال حفتر بلافاصله از جنرال سیسی تشکر کرد برای کمک به نیروهای او تحت عنوان ارتش ملی لیبی در جنگشان علیه به قول او تروریسم و دخالت ترکیه و نیروهای مزدور ترکیه. سرت حالا در روزهای آینده احتمالاً شاهد رویارویی نیروها خواهد بود و ادامه خونریزی ها. کسرانجی بی بی سی. چند خبر کوتاه. اپلیکیشن همرسانی ویدیویی تیک تاک تاکید کرده که حزب کمونیست چین به اطلاعات شخصی کاربران این اپلیکیشن دسترسی ندارد. مسئول سیاست‌گذاری این شرکت در اروپا به بی بی سی گفته که اتهام‌های مطرح شده درباره تیک تاک درباره نقض حریم خصوصی کاربرانش کاملا نادرست است. شرکت اداره کننده تیک تاک میگوید که این اپلیکیشن در چین در دسترس نیست و اطلاعات آن در سرورهایی در آمریکا ذخیره می‌شود. در نانت فرانسه یک مرد به ظن دست داشتن در آتش‌سوزی کلیسای جامع این شهر بازداشت شده. بخشی از این کلیسا در پی آتش‌سوزی که دو روز پیش اتفاق افتاد آسیب جدی دیده. مقام‌های مسئول رسیدگی کننده به این پرونده می‌گویند سه آتش عمدی جدا از هم موجب سوختن کلیسا شده. بامداد امروز به وقت ژاپن نخستین ماموریت فضایی متعلق به امارات متحده عربی به سوی مریخ آغاز شد. این اولین بار است که یک کشور عربی ماموریت بین سیاره‌ای انجام می‌دهد. در صورت موفقیت مدارگرد امید 7 ماه دیگر به مریخ می‌رسد. نعیمه نامجو در گزارشش از اهمیت این ماموریت می‌گوید. سفر امید به سوی سیاره سرخ آغاز شد. مأموریتی که چند بار به دلیل نامناسب بودن هوا به تأخیر افتاده بود. اما بامداد دوشنبه به وقت ژاپن اولین مأموریت بین سیاره‌ای امارات متحده عربی از ایستگاه فضایی تانگاشیما شروع شد. روزی تاریخی برای امارات. جامعه علمی امارات برای اولین بار روی ساخت فضاپیمایی کار کرده که درباره سیاره دیگه تحقیق میکنه. با استفاده از این اطلاعات و ماموریت‌های دیگه میتوانیم به سوالات درباره تغییرات مریخ پاسخ دهیم. تا پیش از این امارات فقط ماهواره به مدار زمین فرستاده بود، اما حالا گامی بسیار بزرگتر برداشته. کار روی این پروژه 6 سال طول کشید. در این مدت مهندسان آمریکایی به امارات در پیشبرد پروژه و ساخت مدارگرد کمک کردند. امارات در واقع نشون داد که در این 6 سال موفق شده که این مجموعه رو گرده هم جمع کنه. روندی که در پیش گرفت این بودش که با همکاری بخشی از افراد با تجربه و مدیران با تجربه در واقع این ماموریت رو پیش ببره. بله، ماموریت چه در بخش پرتابگرد، چه در بخش ساخت ماهواره و چه در بخش مدیریت همکاری بین‌المللی هست، به خصوص با همکاری عمده با دانشگاه کلرادو و دانشگاه آریزونا داره. اما به نظر میاد در معماری ماموریت طراحی شده که در تمام بخش‌هایی که همکاری صورت می‌گیره خرید ماموریت نیستش، یعنی به این معنا نیستش که اینا فقط کانترکت بدن یا قرارداد ببندن، کسی دیگه این کار رو انجام بده. تربیت نیروی متخصص در واقع بخشی از این هدف بوده. ساخت این مدارگرد فرصتی هم برای زنان اماراتی پدید آورد. بسیاری از محققان این پروژه زن بودند. ماموریت مدارگرد امید با ماموریت‌های پیشین تفاوت دارد. تا به حال تمرکز بیشتر روی مطالعه قطب‌های مریخ بوده، اما مدارگرد امید دید ما را از سیاره سرخ گسترش می‌دهد. در هر گردش 10 روزش داده‌هایی تقریباً از تمام سطح سیاره جمع می‌کند.
قرار است امید 7 ماه دیگر و همزمان با 50مین سالگرد تأسیس امارات متحده عربی به سیاره سرخ برسد. مدیران پروژه میگویند قصدشان از فرستادن امید باز کردن افق‌های تازه پیش روی نسل آینده است و امیدوارند دانش آموزان در امارات و جهان عرب به علم علاقه‌مندتر شوند. نعیمه نامجو، بی بی سی. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در گفتگویی با شبکه طلوع نیوز افغانستان وجود نهادی از طالبان با نام شورای مشهد در ایران را تکذیب کرده و از آمریکا برای مذاکره با طالبان انتقاد کرده. عباس عراقچی دلیل رفت آمد طالبان به ایران را ترغیب این گروه به مذاکره و صلح با دولت افغانستان خوانده. او تاکید کرده که ایران در روند صلح از دولت افغانستان حمایت می‌کند. خبرنگار ما نسرین نوا از کابل با ماست. نسرین، گفتگوی مفصلی بوده، اگر که بتونی سرفصل‌های گفتگو رو به ما بگی. هرچند در این مصاحبه در مورد مسائل جنجالی همیشگی مثل وضعیت مهاجران افغان در ایران و تقسیم آب هم صحبت شده، اما بخش اعظم این مصاحبه برمی‌گرده به رابطه ایران با طالبان و ادعای کمک‌های تسلیحاتی و مالی ایران به این گروه. در مورد این ادعاها بارها از آقای عراقچی در این مصاحبه پرسیده میشه و این ادعا چیزی نیست که تازه باشه. قبلا هم بارها در طی سال‌های گذشته از سوی منابع امنیتی افغانستان و همینطور منابع خارجی مورد بحث قرار گرفته و ایران هم بارها رد کرده. آقای عراقچی این بار هم با جواب‌هایی حالا متناقض و مبهم این مسائل رو رد میکنه. در مورد وجود شورای مشهد در ایران پرسیده میشه که قبلا مثلا خبرگزاری وال استریت جورنال هم در موردش گزارش هایی نشر کرده بود، اما آقای عراقچی میگه که این شایعه بوده و این شایعه احتمالا از طرف خود طالبان ساخته شده. و البته جایی هم خیلی عجیب و غریب ببخشید در مورد این سوال میگه که آیا مهمتر از وجود دفتر سیاسی طالبان در قطر و شورای پیشاور هست؟ همینطور در مورد رفت آمد طالبان به ایران و رابطه این گروه با دولت ایران میگه که ما زمانی این رابطه رو شروع کردیم که آمریکا طالبان رو به رسمیت شناخته، مشروعیت داده به این گروه و بعد دولت‌های مختلف آمدن با طالبان مذاکره کردن. الان ایران هم به دلیل همسایگی با افغانستان این مذاکره رو با طالبان شروع کرده ولی هیچ رابطه دیگه را قبول نکرده و هر رابطه دیگه را رد میکنه. اما مجری این مصاحبه با نشان دادن عکسی از پاسپورت ملا اختر منصور که یکی از کلیدی‌ترین اعضای طالبان بوده، پس از ملا عمر به عنوان رهبر این گروه شناخته شده، به آقای عراقچی این عکس را نشان داد و پرسید که در این عکس تاریخ این عکس نشان میده که آقای منصور قبلا وارد ایران شده و 2 ماه حتی در این کشور حضور داشته. چه اطلاعاتی در این مورد دارن؟ آقای عراقچی باز هم انکار میکنه از حضور اعضای طالبان در ایران و بعد هم یه شاید هم آمده باشند ولی بدون اطلاع دولت ایران و ممکن هست که همینطور برای مذاکره هم آمده باشن، هیچ چیز مشخص نیست. به هر حال جواب ها خیلی مبهم و دو پهلو و حتی متناقض بود ولی رسما همه ادعاها را مثل همیشه رد کرده و گفته که حالا با دولت افغانستان همکار هست و رابطه صمیمی و دوستانه سابقه ای وجود داشته و تلاش میکنن که در مورد مذاکرات، روند مذاکرات هم از دولت افغانستان حمایت بکنن و طالبان را ترغیب بکنن که با دولت افغانستان رسما مذاکره بکنن. متشکرم نسرین نوا از کابل. و اما یک خبر فوری. به گفته بی بی سی یک واکسن کرونا که دانشگاه آکسفورد بریتانیا در حال آزمایش و تحقیق درباره اون بود، به نظر میاد که واکسن امنی هست و توان آموزش دادن به سیستم ایمنی بدن رو داره. این دستاورد بسیار امیدبخشیه، هرچند که هنوز زوده برای اطمینان از اینکه این واکسن میتونه به گروه‌های بزرگ
حمایت بکنه از اونها در برابر واکسن و آزمایش ها کماکان در حال انجامه. این آزمایش روی 1077 نفر انجام شده و نشون میده که با تزریق این واکسن آنتیبادی های لازم و گلبول های سفید لازم برای مبارزه با ویروس کرونا در بدن افراد ایجاد میشه که تا اینجای کار خبر امیدبخشه، به این دلیل که نشون میده که هم امنیت داره، امن برای بدن، همین که سیستم ایمنی بدن رو به اندازه کافی آماده میکنه برای مبارزه با ویروس کرونا. دولت بریتانیا تا اینجای کار 100 میلیون دوز از این واکسن رو سفارش داده، اما همونطور که گفتم هنوز آزمایش ها در حال انجام برای اطمینان از اینکه به اندازه کافی برای مدت زمان کافی حفاظت میکنه از بدن در مقابل ویروس کرونا. حکومت افغانستان میگوید در 6 ماه گذشته آمار خشونت علیه زنان کاهش یافته، اما موارد خشونت حاد مانند قتل، تجاوز جنسی، خودکشی و ضرب و شتم افزایش چشمگیر داشته. وزارت امور زنان اعلام کرده که در این مدت نزدیک به 2600 مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده، اما تاکید میکند که محدودیت های رفت آمد و تعطیلی نهادهای رسیدگی به پرونده های خشونت باعث شده که آمار ثبت شده کمتر از شمار واقعی باشد. رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان از کابل با ماست. خانم دادرس، اگر دلیل کاهش این آمار تعطیلی و محدودیت رفت آمد بوده، این تعداد بیش از 2580 نفر با چه سیستمی تونستن شکایتشون رو ثبت کنن؟ تشکر. سلام خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون شما. واقعا با مطابق کنفرانس مطبوعاتی که ما امروز دایر کرد، وزارت امور زنان با دو ارگان زیرک در راستای قضایا کار میکردن و یک نگرانی خاصی که وزارت امور زنان داشت این بود که در سال 1399 قضای حاد خشونت آمار افزایش نشان میده و از آغاز سال تا فعلا واقعا قضایی که ثبت شده تقریبا 34 قضای حاد خشونت است که نماینده ازی است که واقعا یعنی در قبال زنان خصوصا هم در مرکز هم در ولایات قضایا افزایش نشان میده. در ولایات های مانند نوعیت قضایا هم مختلف است، قتل است، قضیه مجروحیت است، خودکشی است، محکمه صحرایی است و یک نگرانی خیلی بزرگ برای وزارت امور زنان بود و ما ارگان های زیرک با هم نشست داشتیم تا اینکه بدون یکی که تخبی ای عمل کرده است، دوم هم به خاطر رسیدگی بهتر و خوبتر به کارکردهای وزارت و ادارات در این راستا. در ضمن ازی در سال آغاز دوره قرنطین واقعا که سال پار یک علل خیلی بزرگ این بوده که خشونت موجود بوده، اما دختر خانم ها فرصت قضایی را ثبت کنند. یکی که علل این است که مردان در خانواده بودند و یک موانعی را برشان ایجاد کردند که نتوانستن از خانه بیرون شوند و در قدم دوم هم یکی از چالش خیلی بزرگ نبود ترانسپورت، راه های مواصلاتی بوده و در ضمن از این دختر خانم‌ها به این فکر بودند که شاید که ارگان های دولتی بسته باشه و با اینا رسیدگی صورت نبیره. تعداد قضایی که ما ثبت کردیم بیشتر ما شماره تلفن را به خدمت خانم‌ها گذاشتیم که اینا میتونن از این طریق با ما قضایای خود ثبت کنند و با وجودی که شرایط قرنطین بود هنوز هم یک تعداد دختر خانم ها توانستند که مراجعه کنند، قضایای خود ثبت کنند، هم در مرکز هم در ولایت ما. ما توانستیم که از آغاز سال 1399 از سال مالی تقریبا 2582 قضیه ثبت. بله متاسفانه ارتباطمون خانم دادرس، متاسفانه ارتباطمون باهاتون به درستی برقرار نشد، نتونستیم تا پایان صحبتاتون رو بشنویم. سعی می‌کنیم در بخش‌های بعدی بیشتر به این موضوع بپردازیم. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.